هاست، کار کسانی است که در طریقت تانترا یانا، واجرا یانا و بودیساتوا یانا هستند و نابود کردنش و کم کردن عواطف منفی ذهن، بدن و بیان. جهل، وابستگی و خودپسندی سه سم بزرگن که ریشه رنج و سمسارا هستن. سمسارا یعنی افتادن در چرخه زاده شدن و تناسخ. برای از بین بردن این زهرها ما به پادزهر مدیتیشن و مراقبه نیاز داریم و کار کردن بر روی ذهنمون. خیلی از استادان تبتی همیشه میگن ذهنت رو بشناس، ذهنت را بشناس، به عنوان یک شعار در در و دیوار خیلی از معابد نوشته شده. ذهنت را بشناس. شادی و رنج کاملا به سطح ذهنی من و شما بستگی داره. در واقع ما هستیم که خلق میکنیم با ذهنیتمون. پس برای همینه که خیلی مراقبه مهمه و مراقبه گران ماهری در تبت وجود دارن. حتی خیلی از مراقبگرها سواد خواندن و نوشتن ندارن و فقط از طریق مراقبه به شفقت و به آرامش رسیدن و حتی به در واقع یک سواد درونی رسیدن. همه چیز از ذهن ما و از درون خود ما برمیخیزه، نه بیرون. همه اعتقاد داریم اگه پول داشته باشیم همه چیز حله. پول خیلی خوبه، اما پولدار بودن و ناشاد بودن چی؟ اگه فقط پول دلیل شادی بود که دیگه همه چی حل بود. درون تو مهمه. شعار نیست، حرف کلیشه نیست، واقعیته. پول نمیتونه ذهن ما رو کنترل کنه. چقدر خوبه پولدار هم باشیم و ذهنی آرام هم داشته باشیم. هزار تا خونه داشته باشیم ولی وابسته بهشون نباشیم و از احسان و شفقت برخوردار باشیم. در شما تا وقتی خب این شفقت رو بهش فکر میکنیم، پس قبل از انجام تمرین در واقع تنفس و نظاره تنفس و شما تا وقتی به شفقت فکر میکنیم و قلبمون رو باز میکنیم، به راحتی میتونیم اون وقت تازه شروع کنیم به مدیتیشن کردن. اگه بدونی که داری نفست رو تو میدی و بیرون میدی، با آگاهی در لحظه هستی و میدونی که کی هستی، چون ذهن و بدن اون وقت با هم خواهند بود، شامات های درستری خواهی داشت. اما معمولا بدن ما اینجاست اما ذهن ما جای دیگه است. دل در بازار است. ما معمولا لحظه ها رو تجربه نمی کنیم. پس صلح رو نمی تونیم تجربه کنیم. من اینجا هستم ولی دارم به یک معبدی در تبت فکر می کنم. من اینجا هستم، دارم اینجا نماز می خونم، عبادت می کنم، اما دلم در بازاره. این درست نیست، چون تجربه اکنون رو نداریم. اگر به اندازه کافی تمرین بکنیم، ذهن شما میتونه یکی بشه با بدنتون و در لحظه بودن رو تجربه بکنه، حضور کامل در لحظه. با تمرین تنفس آگاهانه ذهن، در واقع ذهن و بدن به هم نزدیک میشن و با هم رفیق میشن. همه میتونیم این کار رو انجام بدیم، حق همه است. چرا باید پیچیدش بکنیم و سری؟ ذهنتون از سرگردونی و پرسه زدن برگردونید به بدنتون. خیلی تمرین ساده ولی بسیار عمیقی است، خصوصا برای کسانی که شروع میکنن مراقبه رو. نشستن و نظاره تنفس بسیار کار ساده ایه و تمرکز کردن به این که داریم دم میزنیم و داریم بازدم میزنیم. دم و بازدممون رو مورد مداقه قرار میدیم. اگر اینطوری فکر کنیم دیگه سخت به نظر نمیاد. سختی و مشکل از جای شروع میشه که ما تنبلی میکنیم. وقت داریم ولی میلی نداریم. اون از روزی که گاهی هم وقت نداریم ولی دوست داریم این کار رو انجام بدیم. نگاه کنید به ذهنتون. با فوکوس بر روی تنفس ذهنت رو به چشمانت بیار و به نفست نگاه کن. دو تا چشمتو و ذهنتو یکی کن. سعی کن تنفست. میتونی در هنگامی که داری تنفس میکنی یا چشمانتو بستی یا چشمانتو نیمه باز قرار دادی به نوک بینی توجه کنی. حتی میتونی بشماری نفساتو. باید خیلی نرم و آروم نفس بکشی.
به صورت لوتوس، چهارزانو یا در هر حالت دیگه که راحت هستی قرار بگیر، فقط ستون فقراتت باید صاف باشه. آرام نفس بکش و برای لحظه آرام بگیر تا افکارت برخواستن نظارگر باش. این افکار خودشون بلند میشن و خودشون ببینی که مثل ابرهایی که در آسمان ناپدید میشن غیب میشن. وقتی افکارت برخواستن، فقط مثل یک صفحه سینما، مثل یک پرده یه در واقع اکران فیلم، فقط به اونها نگاه کن، نظارگرشون باش. وقتی شناختیشون، بذار حل بشن در ذات اصیل و پاک ذهنت. بعد در اون فضا استراحت کن و ریلکس باش. حل کردن افکار در اقیانوس ذهن. شما در نهایت دارید صلح رو تجربه میکنید. اتوماتیک آگاه باشید از این صلح درونی. افکارتون رو دنبال نکنین، به نفستون تمرکز کنین و مقدار چشمارتون رو به سمت نوک دماغتون سوق بدین و به نوک بینیتون نگاه کنید. افکار ظاهر میشن، افکارتو ظاهر میشن، بر میخزن. افکارت رو نظاره کن، بشناس و بذار افکارت حل بشن توی ذهنت. ترکیب نفس، نگاه و ذهن. بذار افکار در اقیانوس بیکران ذهن پاکتو حل بشن و بدون که ذات ذهنتو و ذات و بالقوه روحتو پاک پاکه و تمام این اضافاتی که در روحتو هستند توهمی بیش نیستن و حذف میشن. گاهی بعضی از افراد در مدیتیشن خودشون نور میبینن، رنگای مختلف میبینن. خب این نشانه های بسیار خوبیه، دیدن نورهای مختلف، حتی در تصوف ما هم بهش اشاره شده، نشانه بسیار خوبیه. حالا اگر رنگین کمان ببینین که چه بهتر، اما خود همین نور میتونه نشانه بسیار خوبی باشه. گاهی تمرکز به نبض هم یک تمرینه. گاهی بعضی از افراد میتونن با صدای قلبشون و با صدای در واقع نبضی که در بدنشون هست تمرکز کنن. متدهای بسیار مختلفی برای تمرکز هست، به جای تنفس میتونه جایگزین بشه. اما وقتی عمیقا وارد مراقبه بشید دیگه صداها محو میشن. وقتی شروع میکنیم خیلی حساس هستیم، ولی بعد کم کم حساسیتمون کم میشه و اگر ادامه بدیم این نظاره تنفس رو و این تمرکز رو برای نبض یا در واقع نظاره گر بودن فقط افکار، آروم آروم میتونیم به اون آرامش برسیم. میتونید روی یک شی حتی تمرکز کنیم، روی آتش، آب، دم که همون باد هست، پنج حستون، هر چیزی که براتون کار میکنه، به بهانه اینکه فقط تمرکز داشته باشیم روی هر کدوم از عناصری که آب و باد و خاک و آتش، میتونیم روی اینها تمرکز داشته باشیم و اون وقته که افکار ما آرام آرام محو میشن در اقیانوس ذهنمون و ما به اون آرامش میرسیم، در حالی که داریم دم و بازدم رو انجام میدیم و از پیش به بودیچیتا فکر کردیم و این شفقت در وجود ما به عنوان یک زمینه آرامش و آمادگی رو ایجاد کرده تا بتونیم تمرین شاماتا رو انجام بدیم. با من باشید در ترک صوتی دیگه تا ادامه بحث در مورد واجرایانا و شاماتا رو داشته باشیم و یادتون نره که شفقت داشته باشین، هم نوهای خودتون رو دوست داشته باشین، همه موجودات زنده دنیا رو دوست داشته باشین و آرزو بکنین که رنج از اونها رخت بر ببنده و همه در سلامت کامل باشن. هاست کار کسانی که در طریقت تانترا یانا، واجرا یانا و بودیساتوا یانا هستن و نابود کردنش و کم کردن